مطالب منتشر شده در روزنامه ایران درباره حجاب توانسته است باعث آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان جناح‌های مختلف در اصولگرایان باشد. در همین ارتباط گفتگویی انجام داده‌ایم با فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری‌خواه از لندن. آقای نگهدار، مطالب درج شده در روزنامه ایران در چند روز گذشته باعث آغاز موج تازه ای از درگیری ها بین نیروهای اصولگرا شده و به نظر میرسه که الان سه طیف مختلف از اصولگراها در مقابل همدیگه قرار گرفتند. نظر شما در این باره چی است و شرایط رو چگونه میبینید؟ سلام بر بینندگان عزیز تلویزیون رسا. واقعیت اینه که دیگه به نظر من صحبت کردن از جناح اصولگرا صحبت کهنه شده ای هست. حقایق و فاکت‌ها و نوع پرخاش و رفتار گروه‌های مختلفی که نام اصولگرایی رو بر خودشون حفظ کردن در مقابل یکدیگر، در برابر یکدیگر، نشانه‌های بارزی هست که دیگه یک همچین جناحی به اون عنوانی که زمانی که اصلاح طلبی در ایران قدرت داشت و در قدرت بود مطرح بود، دیگه به اون معنا وجود نداره. بنابراین من اساساً فکر می‌کنم نامیدن جناح اصولگرا رو باید به تاریخ سپرد و اون یه مفهوم سپری شده تلقی کرد. از نظر مضمونی اگر بخواهیم مضمون این اختلافات رو و آرایش اختلافات رو بشکافیم، سه پاره از اون جریانی که قبلا اصولگرا نامیده میشد به چشم میخوره در صحنه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. یک حلقه هست که در حلقه نزدیک به بیت رهبری خودش رو قرار میده و هیچ وجه عنوان وابستگی به هیچ گروه و جریان و محفل نام سیاسی تا حالا خودش وابسته ندونسته. عناصری مثلا آقای فیروزآبادی، مثلا آقای حداد عادل، این نوع افراد که در حلقه خود بیت، مثل آقای ولایتی در خود بیت رهبری بیتوته می کنند و اونجا از نزدیکی با آقای بنوان مشاورین شخصی آقای خامنه‌ای تلقی می شند، اینا بخش هستند از اصولگرایان. بخش دیگری هست که بیشتر در مجلس آقای لاریجانی اکثریت مجلس رو نمایندگی میکنند، جریان مؤتلفه با اونها نزدیک هستند و اینها تضاد عمده‌ای هم با جریان دولت دارند و داشتند. به عنوان گرایش سنتی در جریان اصولگرا که روحانیت بازار پیوندهای تاریخی داشتند شناخته میشوند. اینا تشکل دارند، نهاد دارند توی جامعه و مقداری هم رأی. بخش دیگری که عمدتاً از نسل‌های پرورش یافته در درون خود جمهوری اسلامی هستند، بیشتر کادرهایی بودند که در درون از خلل و فرج دستگاه قدرت بالا رفتند، مناصب حساس حکومتی رو اشغال کردند، چه در دستگاه‌های امنیتی چه در دستگاه‌های نظامی و انتظامی، و اکنون بدنه دولت رو تشکیل میدن. اینها هم به عنوان جریان دولت یا جریان انحرافی شناخته میشن. یک رشته ریزش ها و افزایش ها یارگیری های جدید در این میانه در جریان است که هنوز شکل نهایی به خودش نگرفته. از جمله صداهایی به گوش میرسه که آقای مصباح که سه بسیار پرنفوذی هم نفوذش هم رو به افزایش تا کنون در جریان اصولگرا به نوعی خودش رو پیوند داده تا همین اواخر با این نسل جدید دولتگرایان، و از سوی دیگر هم فواصل معینی رو از اونها پیدا کرد. در مورد که نهایتا این آرایش به کجا بینجامه به نظر من یه مقدار بحثه. با این تفاصیل آقای نگهدار، فکر میکنید که این نیروها در فضای سیاسی کشور با چه فرایندی مقابل همدیگه قرار خواهند گرفت؟ آیا اینها به یک استراتژی مشترک میرسن یا مجبورند که در مقابل هم سفارایی کنند؟ آقای
خداد عادل چند روز پیش اعلام کردن که نظر رهبری بر این هست که اصولگرایان یک لیست واحد ارائه بدن در انتخابات مجلس دهم. و حالا تحلیلگر سیاسی خبره باید پیدا بکنه که آیا امکان یک همچین گزینه‌ای برای حاکمیت وجود داره، عملی هست یا نه. از نظر من این یک هوس کودکانه است و اگر ناشی از ناپختگی سیاسی نباشه، نوعی فرافکنی و فرار از واقعیت هست. اونچه که در روزهای اخیر مجدداً تحت عنوان پیگیری عناصر انحراف، جریان انحرافی در و مسئله زمینه روزنامه ایران مطرح شده، اگر این مسائل با تمام مسائلی که آقای حسین شریعت مداری در کیهان امروز ردیف کردند به عنوان پرونده طرف مقابل جلوی خود بگذاریم، اطمینان پیدا می‌کنیم و اگر نخواهیم از حقیقت فرار بکنیم که این خواب و خیالی بیش نیست که اونها به صورت متحد در انتخابات شرکت بکنند. انتخابات آتی قطعاً انتخاباتی بسیار پرتلاطم، بسیار مسئله دار و توأم با درگیری‌های بسیار بسیار جدی خواهد بود. به هیچ وجه ارزیابی من این نیست که تعبیر آقای خامنه‌ای برای انتخابات مجلس دهم بتونه صورت تحقق خودش بگیره.